با آنکه ریختن سیلی از مهاجرین به خصوص به کشورهای اروپایی سازمانهای مختلف را نگران ساخته است، اما اکنون حکومت افغانستان از حل این معضل اطمینان می‌دهد. وزیر مهاجرین به عودت کنندگان که روز سه‌شنبه سمیناری را زیر نام حل مشکلات مهاجرین و فراهمسازی زمینه فرصت‌ها را برگزار کرده بود گفت که این وزارت از راه‌های مختلف برای حل نگرانی‌های مهاجرین افغان تلاش می‌ورزد. سید حسین عالمی بلخی همچنان تاکید می‌ورزد که نیاز است برای حل این معضل با کشورهای میزبان مهاجرین افغان گفتگو شود. کشورهای مبدی مهاجرت باید با کشورهای مقصد برای حل این بحران همکاری بکنند و ضرورت دارد که مذاکرات و گفتگوهای در این رابطه صورت بگیرد تا بتوانیم یک راه حل را برای مدیریت این بحران به وجود آمده جستجو بکنیم. آقای بلخی میگوید رئیس جمهور غنی در سفرش به اروپا به خاطر دادن درخواست پناهندگی به مهاجرین افغان با شماری از کشورهای میزبان گفتگوهای اساسی داشته است. وی همچنان تاکید میکند که حکومت افغانستان به گونه زمینه بازگشت مهاجرین افغان را به کشورشان فراهم خواهد ساخت که آنان به خواست خودشان به کشور بازگردند. نگرانی ها از وضعیت زندگی مهاجران افغان زمان بیشتر شد که شماری از کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی قوانینشان را برای پذیرفتن مهاجرین دشوار ساختند. در این میان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران یا UNHCR میگوید در سال روان حدود 150 هزار مهاجر افغان به کشورهای اروپایی پناه بردند و این شمار نسبت به مهاجرینی که دوباره به کشورشان بازگشتند بیشتر است. از سوی دیگر سازمان ملل میگوید برای حل بحران مهاجرت در افغانستان نیاز است تا فرصت‌های موجود در افغانستان کار گرفته شود و با این کشور کمک‌ها به گونه دوامدار ادامه یابد. مارک باودن معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان میگوید که این مشکل به علت بی‌ثباتی سیاسی به میان آمده است. مهاجرت‌ها به دلایل مختلف افزایش یافته است، مانند ناامنی در اکثر مناطق افغانستان، محدودیت فرصت‌های فرهنگی و آموزشی، محدودیت‌های اقتصادی، کاهش کمک‌های انکشافی و از همه مهمتر بی‌ثباتی سیاسی سبب افزایش مهاجرت‌ها شده است. کسی که کشور را ترک می‌گوید، زمینه و فرصت‌های لازم زندگی‌اش را از دست داده و قرضدار می‌شود. ما با همه این مشکلات مواجه هستیم، اما باید تلاش شود تا انگیزه‌های منفی را به بحث‌های مثبت مبدل سازیم. معاون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان از افغانها خواست تا بودن به کشور خودشان را اولویت دهند و از راه‌های دشوار برای رفتن به کشورهای اروپایی خود را آگاه سازند. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجران به این باور است که پناهجویان افغان به کشورهای اروپایی یگانه مشکل افغانستان نبوده، بلکه در حدود 1 میلیون خانواده بیجا شده داخلی و بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان، ایران نیز نیاز به توجه جدی دارند.